سلام بر شما، به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه دوم ماه سنباله سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: واکنش ها به ممنوعیت سفر دختران دانش آموز به دبی، عفو بین الملل آن را نقض آشکار حق آموزش و آزادی دختران خوانده. ما به دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه خواهیم داد، زیرا بدون مشارکت کامل آنان افغانستان نمیتواند توسعه یابد. نگرانی از قربانی گرفتن ماین های منفجر ناشده از کودکان. یونسف میگوید افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به مهمات منفجر ناشده است. چند دفعه مراجعه کردیم از خاطر این ماین های دقیقه پاک شد، ولی ما به ما گفت که بلند در زمین مانده، ولی ما به کوه رسیدگی نمیتانیم. یعنی ما از خاطر زمین وشتکار از کوه بیخی ما نیکنیم. هجوم باشندگان هرات به اداره پاسپورت این ولایت. درخواست کنندگان میگویند ازدحام مردم سبب مختل شدن روند ثبت درخواست کنندگان پاسپورت در این ولایت شده. زمو کوشش بوده ان شاء الله چې روزانه تر 1500 پورې پاسپورتونه په هرات کې اجرا شي. مردم هم خیلی شلوغ کردم، اگر به اون پروسی که دولت گفته روز 1000 نفر بیه که به همه میرسه. کاهش تعرفه های گمرکی بر سنگ زغال. بر بنیاد این تصمیم بهای هر تن از زغال سنگ به 30 دلار کاهش یافته. و جان باختن رئیس گروه واگنر در سقوط یک هواپیما. من شمسمانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. سازمان ملل در واکنش به ممنوعیت سفر دختران دانش آموز به دبی بر رعایت حقوق دختران در کشور تاکید می‌ورزد. معاون سخنگوی دبیر کل این سازمان میگوید آنان به پشتیبانی از حقوق بانوان در افغانستان ادامه می‌دهند و به این باورند که بی مشارکت کامل بانوان افغانستان نمی‌تواند توسعه یابد. در همین حال عفو بین الملل و سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز ممنوعیت سفر دختران به دبی را نقض آشکار حق آموزش و آزادی دختران خوانده اند. ممنوعیت دختران دانش آموز از سفر به دبی واکنش های را برانگیخته است. سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان تامین حقوق بانوان در افغانستان شده است و میگوید که محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش افغانستان را زیان خواهد رساند. فکر می کنم کاری که ما به انجام آن ادامه خواهیم داد این است که از مقام های کنونی افغانستان بخواهیم تا به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی پابند باشند. ما به دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه خواهیم داد، زیرا بدون مشارکت کامل آنان افغانستان نمیتواند توسعه یابد. در همین حال سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز از این کار انتقاد کرده است. اگر طالب ها در داخل و همچنان در خارج از افغانستان با قواعد ملی و بین المللی آماده نشه، هیچگاهی نمیتونن که رفع تحریم ها و یا موضوع شناخت رسمی را اینا به دست بیارن. از سوی هم سازمان عفو بین الملل از حکومت سرپرست خواسته است که محدودیت سفر در برابر دانشجویان دختر به امارات متحده را بیدرنگ بردارد. ای کاش چطور نمیشد که بانوان درس نمیرن و کار نمیکنن، ولی حکومت هم باید درک کرد، وضعیت فعلی افغانستان هم باید درک کرد و از بیرون که برای ما میگن و نام باید سر از این موضوع فکر میکرد از اول. روز پیش خلف احمد الهبدور مسئول نهاد الهبدور که بیش از 100 دختر را برای ادامه تحصیل به دبی بورسیه داده بود، از ممنوعیت سفر این دختران در میدان هوایی کابل سخن گفت. تا کنون امارت اسلامی در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. از سوی دیگر برخی از روان پزشکان میگویند این روزها بیشتر بیمارانشان دختران دانش آموزند. از سوی دیگر برخی از دختران دانش آموز میگویند از اینکه مکتبها برویشان تا اکنون بازگشایی نشده اندوهگینند. این در حالی است که با گذشت بیش از 700 روز هنوز هم دروازه های مکتبها بروی دانش آموزان باز نشده و امارت اسلامی تا اکنون در این باره چیزی تازه نگفته.
برخی از روانپزشکان میگویند که در ماهای پسین بیشتر بیمارانشان را دختران دانش آموز تشکیل میدهد. دکتر فرزایی که از روانپزشکان است میگوید که روزانه از میان 100 بیمار 90%شان را دختران تشکیل میدهد که بیشترینشان دختران دانش آموزند. ما اگر 100 مریض بررسی میکنیم 90 مریض از این خانم ها هست و دختر خانم ها هست. بیشتر مسئولین و بیشتر متعلمین مراجعه میکنن. مشکلات جدی را که بر ما بیان میکنن غمگینی های بسیار شدید، دست زدن به خودکشی. ما بیشتر مشکلات های روحی و روانی را در بانوان بالای سن 15 سال داریم. علت هزید در دو راستا هست. یک آموزش و پرورش در راستای برنامه های مکتب هست که متاسفانه تعطیل شده، زمینه را برای ناامیدی از اینا به صورت کل مساعد ساخته، و بالای سن 18 و 20 مشکلات بسته شدن پنتون ها و دانشگاه ها هست. در این میان برخی از دختران دانش آموز میگویند که با ممنوعیتشان از رفتن به مکتب ها با فشارهای روحی و روانی روبرو هستند. بسیار دردآور است از اینکه من مکتب نمیرم، در خانه هستم، درسای ما چیز ما، یعنی خیلی دوتانه کوشش کردم که یک جایی برسم، اما نه کلان بدبخت شدیم، دوانستان ماندیم و از درس از دلیم از همه چیز ماندیم. همزمان با این برخی از دانش آموزان و خانواده های آنان خواهان بازگشایی دروازه های مکتب ها هستند. خواستم از امارت اسلامی امی است که دروازه مکاتب برای دختران باز نماید و امی دختران هم در ترقی پیشرفت کشور خود سهیم باشند. دلخوشی خاص می رفتن به دانشگاه و مکتب خود و ای که راستی دوباره در مقابل از یاد روبرویشان مکتب ها پانتونا بسته شد، اینا سخت افسرده هستند، گوشه‌گیر شدند. یک دختر جوان از همه چیز کردم برش تحصیل مهم است که باید تحصیل کنه، پیشرفت کنه. این در حالی است که چند پیش دیدبان حقوق بشر در یک گزارش از وضع محدودیت ها بر بانوان در افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، دختران در این کشور از حق آموزش، کار و حضور در جامعه محروم شده اند. امارت اسلامی هرچند سخن تازه درباره بازگشایی مکتب ها نگفته است، اما پیش از این گفته بود که روی طرح برای بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها کار می کند. یونسف میگوید 85% قربانیان انفجارها و ماینهای منفجر ناشده را کودکان تشکیل میدهد. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل همچنان میافزاید که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورها به جنگ افزارها، ماینها و مهمات منفجر ناشده است. از سوی هم اداره انسجام هماهنگی و تطهیر ماین میگوید تنها 65% قربانیان انفجارها و مواد منفجر ناشده کودکانند. افغانستان کشوری است که گواه دهها نبرد بوده است و از همین رو ماین‌های منفجر ناشده هنوز هم از مردم قربانی می‌گیرد. از میان هزاران تن، امان الله و فاطمه دو فرزند یک خانواده‌اند که در نتیجه انفجار ماین اعضای بدنشان را از دست دادند. من بوده تخته و بام مرخسته و بوده مکر بام مرواست و کتا غتا سرکت مرکتا کو کبالی ویلشه من گنجخلو ما تو آرانه کی از سوی هم برخی از خانواده های قربانیان جنگ از وجود ماین ها در محل زندگیشان نگرانند. چند دفعه مراجعه کردیم که از خاطر این ماین ها این منطقه را پاک شود، ولی وا به ما گفت که پیلند در زمین مانده، ولی ما به کوه رسیدگی نمیتانیم. اینمیل ما از خاطر زمین وشتوکار از کوه بیخی ما نکردیم. در همین حال صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 85% از قربانیان جنگ در افغانستان را کودکان تشکیل میدهد و افغانستان آلوده ترین کشور جهان به جنگ افزارها و مهمات منفجر ناشده است. اما اداره انسجام هماهنگی و تطهیر ماین آمار ارائه شده از سوی یونیسف را تکذیب کرده و میگوید که 65% قربانیان ماین را کودکان تشکیل میدهند. یونیسف دی غراپور پاساس باندې چې دوی رسنیو سره شریک کړی دا او د افغانستان د ماینونو د قربانیانو د ماشومانو فیصدی هغه 15% خوري ده. دغه راپور د یونیسف موږ ردوو. د موږ د معلوماتو په اساس باندې د ماشومانو قربانی هغه چې ده 15% ده. این در حالی است که چند پیش دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز گفته بود که در سال گذشته میلادی بیش از 700 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین های زمینی، مواد منفجره جنگی و بمب های دستساز کشته یا زخمی شدند.
سازمان جهانی بهداشت میگوید به علت کمبود بودجه 33 شفاخانه در افغانستان در آستانه متوقف شدن قرار دارند. این سازمان همچنان میافزاید که در یک ماه پسین برای بیش از 200 هزار تن خدمات بهداشتی در کشور فراهم شده. پیش از این کمیته جهانی صلیب سرخ نیز از قطع کمک های این نهاد به برخی از شفاخانه های کشور خبر داده بود. من الله یک و نیم سال مدت می شود که با بیماری دست و پنجه نرم می کند. پدرش می گوید که به علت نبود امکانات بهتر در بامیان او را از بحر درمان به کابل آورده است. دایی ما اونجا است که پیسه می گیرند. یا پیسه می گیرند تبایی صحیح نداریم، داکترهای خوب نداریم که ما اونجا چی شود، کار ما اجرا شود. از سوی هم شمار دیگری از بیمارداران نیست که از ولایت های گوناگون و مرکز آمدند، از ارائه اندک خدمات بهداشتی در شفاخانه ها انتقاد میکنند. دوایی که چی میشه از طرف خود شفاخانه چیزی که داشتن میتن خب بسیار یک چیزای اولی است. دیگه این همین دواش هم مشکل دارن دیگه همین مریضی دارا. میران میخرن به پیسه. مشکلات دیر دن نه دوایی ورکایی نه شای ورکایی سبار ملکون لموک سر کومک و که همکاری را سر و که. همزمان با این سازمان جهانی بهداشت با پخش گزارش میگوید که به علت کمبود بودجه فعالیت 33 شفاخانه که برای 9 میلیون تن در افغانستان خدمات ارائه میکنند در آستانه متوقف شدن قرار دارد. وزارت صحت عامه هرچند که به تازگی درباره این گزارش سازمان جهانی چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که تلاش میکنند تا برای ادامه همکاری به سکتور صحت کشور راه‌های بدیل را جستجو کنند. وزارت صحت افغانستان نباید همیش چشم به دامان سازمان صحی جهان و بقیه کمک کننده خارجی باشد. اینها باید هر چاجه دست به کار شده و یک بستی صحی متفاوتی که در شرایط اقتصادی مردم افغانستان تفاوت داشته باشد و معرفی بگیرند. سازمان صحی جهان خواهش است که شفاخانه افغانستان یا وزارت صحت عامه را به صورت کل حمایت کنند تا همین سکتور صحی ما برهم نخوره. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز با پخش گزارش از ارائه خدمات این نهاد در بخش‌های گوناگون به ویژه بخش بهداشت در افغانستان خبر داده و گفته است که در نیمه نخست سال روان میلادی برای نزدیک به 600 هزار تن به شمول مادران و کودکان مراقبت‌های صحی اولیه را در 47 مرکز صحی جمعیت هلال احمر افغانستان در سراسر کشور ارائه کرده است. پس از افزایش ثبت نام‌های درخواست کنندگان پاسپورت در هرات، هزاران تن به مدیریت پاسپورت این ولایت هجوم بردند. اداره پاسپورت کشور ثبت نام‌های درخواست کنندگان را برای گرفتن پاسپورت از 250 به 1500 درخواست در روز افزایش داده. در همین حال برخی از درخواست کنندگان پاسپورت در هرات میگویند ازدحام و هجوم مردم سبب مختل شدن روند ثبت درخواست کنندگان پاسپورت در این ولایت شده. هزاران تن از درخواست کنندگان پاسپورت به مدیریت پاسپورت هرات هجوم آوردند. این درخواست کنندگان پاسپورت یک روز پس از افزایش ثبت نام اینجا گرد هم آمدند. درخواست ما از ریاست پاسپورت اینه که همون افزایشی که وعده دادن همون به شکل نرمال پیش ببرم و همچنان افزایش اگه میتونم بیشتر کارمندان خود را بیشتر کنم و پاسپورت بیشتر توزیع کنم. مردم هم خیلی شلوغ کردم، اگر به اون پروسی که دولت گفته روز 1000 نفر بیه که به همه میرسه. اگر قرار باشه که اینا شلوغ کنم دیگه میته به زبی باشه که پاسپورت هم دیگه به کسی نمیده. قرار است پس از این روزانه 500 درخواست پاسپورت به گونه آنلاین و نزدیک به 1000 درخواست حضوری در مدیریت پاسپورت هرات ثبت شوند. در زمینه درخواست های حضوری به بیماران و افراد کهنسال اولویت داده شده است. قبلا چیزی که بود یک آنلاین زیاد بود، آفلاین کم بود. انشالله از این طرف بخیر روزانه 500 ما به شهروندان خود 500 دانه چیز آنلاین میدیم و آفلاین هم چیزی که کسانی که مستحق پاسپورت باشه ما بزن پاسپورت داده میتونه، اگر یعنی به 500 هم برسه به 1000 هم برسه ما انشالله به خدمت از اوناست. ریاست پاسپورت کشور ثبت درخواست پاسپورت در هرات را از 250 درخواست به 1500 درخواست
افزایش داده است. ریاست پاسپورت کشور از مردم می خواهد که از هجوم به مدیریت پاسپورت خودداری کنند. مخکی دیدین هرات که بعد یو ورځ تقریبا 250-300 پاسپورت اجرا کېدل. دین ورسته به ان شاء الله چې موږ کابل نه یو تخلیقی ټیم ځان سره راوړی دا زموږ کوشش بده ان شاء الله چې روزانه تر 1500 پورې پاسپورتونه په هرات کې اجرا شي. هرات یکی از ولایت های بزرگ و پرنفوذ کشور است. در نزدیک به 2 سال پسین به علت افزایش درخواست کنندگان پاسپورت برخی از باشندگان این ولایت برای گرفتن این سند ماها انتظار کشیدند. دوباره خوش آمدید. اتحادیه صادرکنندگان سنگ زغال کاهش تعرفه گمرکی بر این محصول را می ستاید. رئیس این اتحادیه تأکید می ورزد که با کاهش تعرفه گمرکی زغال سنگ استخراج و صادرات آن نیز افزایش خواهد یافت. و تازگی وزارت های معادن و پترولیم و مالیه از کاهش تعرفه گمرکی و رویالیتی سنگ زغال در کشور خبر داده اند. سخنگوی وزارت مالیه می گوید که تصمیم کاهش تعرفه گمرکی و رویالتی زغال سنگ به درخواست اتحادیه صادرکنندگان این محصول و تصمیم معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی گرفته شده است. د ډبرو سکرو نړیوال نرخونو ته په کتو سره د مالیه صنعت او تجارت او معدن وزارتونو څخه جوړ شوی کمیټې په وړاندیز او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پریکړې له مخې د هر ټن صادرونکي ډبرو سکرو ګمرکي محصول دیش امریکایي ډالرو ته راکشته سو. در همین حال برخی از سنگ زغال فروشان در کابل از رکود بازار این محصول در پایتخت سخن میزنند و علت آن را کاهش استخراج، افزایش بهای انتقال و گستردگی فقر در میان مردم میدانند. خواستی ما است که تاری پر بر ازی کم کنم، موتروران را کرایش کم کنم، زغال بر مردم برزن و بعد ما باید زمستان است. باید زمستان خوب کس خنی خریده میدانن نیوازش میرسن. دیگه سال مردم مثال کار بود وظیفه بود اما کار میکرد مقصد پیدا میکرد. میادر می آمدم گرمی چوب می خرید، زغال می خرید ارزان. مثال 1000-3000 خروار از مختلف از زمستان ارزان می خرید. حال وضعیت مردم خوب نیست. اتحادیه صادرکنندگان زغال سنگ کاهش تعرفه های گمرکی و رویالتی این محصول را در توسعه صادرات یک گام مثبت می داند. رئیس این اتحادیه می افزاید که با بلند شدن تعرفه های زغال سنگ روند صادرات به شدت کاهش یافته بود و اکنون بازرگانان در راستای افزایش استخراج زغال سنگ از معادن و صادرات آن به خارج از کشور تلاش بیشتر خواهند کرد. د اوس لپاره خو د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات تقریبا د تیر په پرتله چې ګمرک او تعرفه د وزارت معدن جګوه زیات شوی دی، نو انشاءالله امید شته چې د دې نه وروسته به لا زیات شي تر څو د افغانستان هغه د ډبرو سکرو صادرات هغه پخواني حالات ته ورسیږي چې د ورځې به تر 600 نه زیات موټر تلل. واقعا کې صادرات معدن از سالای اول کده بیخي پایه نمده و پیلانه کې کاهش آمده، ما امیدوار هستیم کې پس زیات شوه. وزارت های مالیه و معادن و پترولیم در حالی از کاهش تعرفه گمرکی هر تن زغال سنگ از 45 دلار آمریکایی به 30 دلار و تعرفه رویالتی این محصول را از 2500 افغانی به 2200 افغانی سخن میزنند که در 4 ماه سال روان خورشیدی نزدیک به 500 هزار تن سنگ و زغال به ارزش 95 میلیون دلار آمریکایی به بیرون از کشور صادر شده است. به این ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهیتون سپاسگزارم. وقت بخیر.